در انقلاب زن زندگی آزادی معترضان به مانند آنچه گفتند یکی شدند و شدند یک خانواده بزرگ در کنار هم. اما قاضی های مرگ مثل او موسا آصف الحسینی کمر به قتل اعضای خانواده بزرگ بستند. در مراسم چهلم یکی از معترضان کشته شده حدیث نجفی یک بسیجی کشته شد و چند ساعت بعد 16 معترض برای مرگ این بسیجی بازداشت شدند. آصف الحسینی در عرض چند هفته برای 5 نفر از آنان که برای روزهای متوالی زیر شکنجه بودند حکم اعدام صادر کرد. کارزار نب اعدام معترضان را افتاد، اما جمهوری اسلامی حکم محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را زیر فشار و خشم افکار عمومی داخل و خارج از ایران اجرا کرد. صدور حکم اعدام برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متخصص در این پرونده، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی و داخلی مواجه شد و کارزار نب اعدام او شکل گرفت. پزشکان و چهره‌های سیاسی در کشورهای مختلف آمریکا، فرانسه، آلمان کارزار نب اعدام حمید قره‌حسنلو را ادامه دادند. در داخل کشورها کاربران در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های او را منتشر کردند. عکس‌هایی از او که در زمان جنگ به جبهه رفته بود یا در کرمان و خاج در حال ساخت مدارس در مناطق محروم بود. دانش آموزان این مدرسه هم که به همت حمید قره‌حسنلو در رودبار کرمان بنا شده به کارزار آزادی او و همسرش پیوستند. برخی دیگر از کاربران با هشتگ نام او و هشتگ نب اعدام او این تصاویرش از بیمارستان را منتشر کردند که زیر شکنجه دندش شکسته و ریه‌اش سوراخ شده. 22 انجمن پزشکی در داخل کشور هم این نامه را به رئیس قوه قضاییه محسن اژه‌ای نوشتند. یادآور شدند که بازجوها از حمید و فرزانه قره‌حسنلو زیر شکنجه امرار گرفتند که این اقرار فاقد اعتبار است و هرچه زودتر باید حکم اعدام حمید قره‌حسنلو لغو شود. 13 دی ماه دیوان عالی کشور خبر داد که احکام اعدام حمید قره‌حسنلو، رضا آریا و حسین محمدی نفذ شد. پیشتر هم رسانه‌های داخل از احتمال لغو حکم قره‌حسنلو خبر داده بودند. خبر جد با واکنش فعالان حقوق بشر مواجه شد و نوشتند فریاد زدن اسم معترضان محکوم به اعدام چقدر میتواند مهم باشد. بسیاری از ایرانیان در حالی سال 1401 را به پایان بردند که هم داغدار کشته شدگان و معترضان اعدام شدند، هم امیدوار به نقض احکام اعدام باقی معترضان. لیلا سعادتی، لندن.